خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز در رج دنیا که هستید، امیدوارم حالتون خوب باشه. با سری برنامه آموزش زبان روسی به روش خودم در خدمتون هستم. امیدوارم که این اطلاعاتی رو که میذارم بتونید استفاده بکنید. اولین درس آموزشی زبان روسی هستش. خب از اونجایی که توی اینترنت سرچ کردم و هیچ اطلاعات کاملی در مورد این زبان نیست و متاسفانه آموزشگاه درستی هم که نداریم داخل ایران، من این ویدیوها رو دادم ضبط میکنم برای حالا کسایی که میخوان استفاده بکنن و این زبان رو بخوان یاد بگیرن به کارشون بیاد. خب شروع میکنیم درس اول، از الفبا شروع میکنیم. خب الفبای زبان روسی اصلا زمین تا آسمون با همه الفبا فرق میکنه و باید شما از صفر شروع بکنید و یادش بگیرید. خب به هر حال زمان بره، یه زمان خاصی رو میخواد اگر بخواید حفظش بکنید و اون توی ذهنتون بیفته، ولی خب یک رابطه با زبان ریاضی هم داره که حالا من ترفنداشو بهتون میگم که یادتون بیاد، دوستانی که حالا علاقه دارن یاد بگیرن. خب اولین حرفمون حرف آ هستش، آ، و حرف کوچیکش هم به این صورت نوشته میشه. خب این نستعلیق حالا توی کامپیوتر هستش، من اینا رو نوشتم، ولی خب کسایی که موقعی که نوشتاریشو مردم می نویسن خیلی متفاوته. خب منم اینجا نمیتونم به اون صورت نشون بدم. خب آ حرف بزرگش، حرف کوچیکش، حرف دوم ب، ب، و، و، این حرف و هست، گ، گ، د، د، ی، ی، یو، یو، ژ، ژ، ز، ز، ای، 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 این دو تا ای پشت سر هم یه حالت میشه، ای، ای، که، که، ل، ل، م، م، نه، نه، او، او، پ، پ، ر، ر، س، س، ت، ت، او، او، ف، ف. خب اینجا من اونجا گفتم مثل زبان ریاضیه، هم توی فیزیک اگر یادتون باشه توی ایران درس خونده باشین، این فی رو ما تو فیزیک داشتیم، فی نمیدونم مساویه با فلان، این دقیقا همون فی هست. خب بعدی ه، ه، این همون خ یا ه، چون روسا نمیتونن ه رو تلفظ بکنن میگن خ، حالا توی چیشون هم همین رو استفاده میکنن، مثلا نمیتونم بگم موها میگم مخا. خب این تسه، 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 چه، چه، ش، ش، شا، شا. خب اینا هر جا دیدین نخونیدش اصلا، این و اینو، این و اینو هر جا دیدید نخونید، این هم نرم میکنه این سخت میکنه کلمه رو، و به خاطر همین هر جا دیدینش تلفظ نمیشه. خب این ای، ای، ای غلیظ و محکم، ای، ای، یو، یو، یا، یا. خب یا به معنی منم هست توی زبان روسی، من، آی، من، و استفاده شد. خب ضمیرها رو بهتون میگم اینجا، یا یعنی من، تی یعنی تو، تی یعنی تو، اون یعنی او مذکر، اون، او مذکر، آنا، او مؤنث، او مؤنث، آنو، او خونسا، او برای حیوانات، اشیا، آنو،
می یعنی ما، می یعنی ما، وی یعنی شما، وی یعنی شما، آنی یعنی آنها، آنی یعنی آنها. خب این هم ضمایر هستش، امیدوارم استفاده بکنید. خب حالا اینجا چیزی که هستش توی اون که مشخصه، اینجا آنا چرا خوندیمش؟ خب مثل فارسی میمونه، مثلا ما میگیم خواهر خباهر مینویسیم، خواهر میخونیم. توی روسی هم استثناء زیاده، یه دونه از این قسمتی هم که اینجا نمیگیم اونا، میگیم آنا، یا مثلا آنو، اینجا دوباره آ خونده میشه. هست این کلمات زیاد، دیگه باید یادش بگیرید اگر میخواد این زبان رو مسلط بشید. امیدوارم استفاده بکنید. وقتتون بخیر. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.